درگیری بین طرفداران و مخالفان ظریف و پزشکیان. همونجور که میدونید محمد جواد ظریف این روزها با مسعود پزشکیان کاندیدای ریاست جمهوری ایران در حال سفر به اصفهان و دیگر نقاط کشور هستند. در همین خصوص هم توی سفری که به اصفهان داشتن امروز یکی از طرفداران ظریف با کلی شعار ازشون استقبال میکنه و کلی ابراز علاقه و محبت بهشون میکنه و در همون حال هم یک نفر از پشت سر اون شخص میاد و ظریف رو بهش میگه که خجالت بکش و همین امر موجب یک حاشیه و جنجال عجیب و غریب برای تیم مسعود پزشکیان شد. ویدیویی که داره دست به دست میشه در فضای مجازی و مخصوصا تلگرام و توییتر و به نظر میرسه شخصی که این صحبت رو انجام داده از مخالفان محمد جواد ظریف هست. محمد جواد ظریف خود شخصا واکنشی نسبت به این قضیه حتی توی فیلمی که در آینده با هم خواهیم دید نشون نمیده، اما فیلم جالب توجهی هست که امروز دست به دست شده. گفته شده استقبال از محمد جواد ظریف و مسعود پزشکیان در این سفرشون حسابی پرشور و زیاد بوده، اما خب دیگه دور از حاشیه و جنجال هم نبوده. یک همچین اتفاقی افتاده برای تیم مسعود پزشکیان وقتی که به اصفهان رفته بودن. شخصی هم طبیعتاً هم مخالفت هم موافقت برای هر کاندید توی انتخابات ریاست جمهوری ایران وجود داره و هر کس سلایق و علایق خاص خودشو داره. بهتر با هم دیگه اول این ویدیو رو ببینیم، برگردیم و با هم دیگه بپردازیم به صحبت‌های جدید علیرضا زاکانی که اون هم توی یک سفری که امروز داشته شخصی یا بهتر بگیم خانومی بهش رجوع میکنه و میگه با اینکه آقای مسعود پزشکیان مدت‌ها و چندین وقت بود که نماینده شهر ما بودن اما برای ما کاری انجام ندادن، که علیرضا زاکانی هم میاد میگه انشاءالله که خیره و ما اینجا هستیم تا به شما خدمت کنیم. کلن حرف و حدیث ها و جنجال ها این روزها دوروبر تیم مسعود پزشکیان حسابی جنجالی و زیاد از حد هست، بیشتر از هر کاندید دیگه ای روی مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی هست که در نوع خودش حسابی جالب توجه و جنجالی است. اول بهتره با هم دیگه ببینیم اون ویدیو مربوط به سفر محمد جواد ظریف و مسعود پزشکیان و برگردیم با هم دیگه برسیم به صحبت‌های جدید در این رسانه زاکانی. خجالت بکش ظریف، این ویدیویی بود که توی فضای مجازی وایرال شده بود و دست به دست شده بود که در نوع خودش حسابی جالب توجه هست. همونجور که میدونید یک مناظره از محمد جواد ظریف هم بیرون اومد همراه با مسعود پزشکیان و مسعود پزشکیان اونو برده بود به عنوان کسی که سخنگو باشه و صحبت کنه، که حسابی اونم در نوع خودش جالب توجه و پربازخورد بود برای انتخاباتی که به نظر میرسه داره یکم آب و تابی زیاد میشه و داره آتیشش روشن میشه. در کل امروز هم که علیرضا زاکانی سفری رو داشت به یکی از شهرهای ایران یک خانمی بهش مراجعه میکنه و همونجور که توی اول ویدیو گفتیم میاد میگه که مسعود پزشکیان با یکی نماینده شهر ما بود اما خیلی از کارها رو واسه ما نکرد، که در نوع خودش جالب هست و خیلی ها میگن که این صحبت ها زیاد واقعیت هم نداره یا یک سری ها میگن واقعیت داره. کلن توی هر مسئله این روزها در انتخابات ایران همیشه هم مخالفت وجود داره هم موافقت. صحبت هایی هست که علیرضا زاکانی هم بعدش انجام میده. کلیپ کوتاهی هست، حدود فکر کنم 7-8 ثانیه هست که جای خالیش حس میشه که بیشتر از اینها باشه و بشنویم حتی صحبت های بیشتر علیرضا زاکانی رو. با هم دیگه اول این ویدیو که پخش شده رو ببینیم، برگردیم با هم دیگه ادامه ماجرا رو داشته باشیم. حاضر پزشکان اصلا ندیدیم. یه روزهای گذشتم همونجور که دیدید مناظرات زیادی اتفاق افتاد، از مناظری که بین 6 کاندید اتفاق افتاد تا حالا جدا از هر کدومشون میزگیت‌های سیاسی واسه خودشون برگزار کردن و صحبت‌هایی رو با مردم انجام دادن. میشه در آینده امیدوار بود که اتفاقات و چیزهای بهتری در کشورمون اتفاق بیفته و با این صحبتهایی که داره انجام میشه بالاخره یک سری ها باز به این فکر میکنن که چه کاندیدی رو باید انتخاب بکنن و به کی رأی بدن که به صلاح خودشون و کشور باشه. در آینده باید ببینیم چه اتفاقی میفته و سرانجام این رقابت‌هایی که آتیشش الان روشن شده سرانجام چه برنده‌ای خواهد داشت و سرانجام چه کسی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران خدمت خواهد کرد. امید کننده شما رو ناامید نکن.
بنده 4 نکته گفتم، صریح کلیگویی هم نکردم. گفتم آزادسازی اقتصاد از کمند دلار و پیگیری افزایش و تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری از خامپروشی با تکیه بر دانش، حاکمیت مردم در عرصه اقتصاد. ما اصل 44 رو انجام دادیم قانونش رو، اما اختصاصی سازی کردیم، خصوصی سازی نکردیم. و نکته بعد هم خلق ثروت و توزیع عادلانه او، این هم در مسیر مشارکت خود مردم، مردم نباید اعانه بگیر باشن. مسیر غلطی رو در گذشته ما طی کردیم. این نکته اول. بذارین 4 تا ویژگی رو انشالله در آینده باز میکنم تا ببینید که چه زیبا میشه مملکت رو اداره کرد. این صحبت هایی که میشه شما رو ناامید نکن. جناب آقای قالیباف راجع به نقدینگی صحبت کردن که 26 برابر شده. من بیانم این هستش که اصل نقدینگی مفیده، مهمه که این نقدینگی سرگردان نشه و جای خاص برای او تنظیم شه و بره اونجا سرمایه گذاری بشه. تو چین نسبت در واقع نقدینگی به تولید ناخالص داخلیش بیش از 200 برابره، میانگین دنیا 140 برابره، ایران 75%. اون بیش از 200%، 140% میانگین دنیاست، ایران 75%. لذا نقدینگی به ذات بد نیست. نکته دوم راجع به پزشکیان بود که نکات کلی رو بیان کردن که در واقع همه چیز رو به همه چیز گره زدن، نتیجه هم معلوم نشد چی شد. تشم در اومد که نمیتونیم. من تعجب کردم چجوری ایشون نامزد ریاست جمهوری شده و اسباب تعجب ماست. اولا ناظر به در واقع موضوع کار، من عرض کنم خدمتون جناب پزشکیان، مردم دیگه الان اطلاعات و آمار دستشونه. ترکیه هم جزء ناتوه، هم WHO عضوه، هم FATFی که ایشون تاکید داشتن تو مرکزیتش قرار داره. ته 20 سال گذشتم تا امروز، از 2003 تا 2023 250 میلیارد دلار روش سرمایه گذاری شده. اروپایی ها هدف اول سرمایه گذاریشونه. همین ترکیه سال 2023 250 میلیارد دلار در واقع صادرات داشته، اما 70% تورم داره آقای پزشکیان. ارزش لیرش هم از 5 سال پیش از 5 لیر 1 دلار شده الان 32 لیر 1 دلار. اینا همه رو میشه تحلیل اقتصادی کرد. شما که الحمدلله موضوع دانش و علم رو مبنا قرار میدید، اینجا هم باید تأکید و توجه داشته باشید.